بابک بیا تو مادر. سلام مریم جون. سلام عزیزم. نه دیگه دیرمون میشه، باید بریم. ولی بابک هنوز خوابی؟ خوابه. آری الان صداش. نه نه نمیخواد صداش کنید. چشم. مریم جون، بابک دیشب تا کی کار میکرد؟ دمدمای صبح. نهار خورده؟ بیدار شد یه چیز خورد، دوباره خوابید. مامان ساعت چنده؟ 5:30. وای بابا این کجا پرید؟ الان پوستمونو میکنه. حمید کیه؟ ای کجا؟ امروز خوابت دیدم. باز دوباره؟ باور کن توی سالن خیلی بزرگ ویولون میزدم، تنها تماشاچی من تو بودی. خوبه؟
من همیشه برعکس تو خواب میبینم. یعنی تو خوابات تو آواز میخونی منم تماشا میکنم؟ چقدر تو خری بابک. من تو خوابام همیشه تو رو تو اوج موفقیت میبینم، نه توی سالن خلوت که تنها تماشا چشم خودم باشم. میدونی علتش چیه؟ علتش اینه که همیشه عاشقمی. اگه واقعا یه روز به عرش خواسته هات برسی، فکر میکنی بازم بتونی منو انقدر دوست داشته باشی؟ پس چقدر؟ خیلی بیشتر. مطمئنی؟ آره؟ خب حالا کجا بریم؟ فعلا برو خیابون لارستان. نوار با خود آوردی؟ کاست پیش منه. راستی حمید این طرف چجور آدمیه؟ آدم بدی نیست، فقط هر چی میگه ما باید بگیم چشم. عمرم میگه چه سیغه بابا جون ناصرم که دانشجوی یا؟ این آقا دانشجوه. عمرم خدا دختری داره، دختر دلبری داره، کت خدا دختری داره، دختر دلبری داره. راستی چه کت خدایی، آدم با صفایی، راستی چه کت خدایی، آدم با صفایی. اینه تو خوندی؟ من نه ایتهامی، بابک خونده. ناراحت نشینا، نمیخوام بگم صدات بده، اینو کارا مشکل دارم. مشکل چی؟ گرفتن مجوز خانم. شما نگران مجوزش نباشید. شما عضو شورای مجوزی؟ منظورتون شورای موسیقیه دیگه. نه، بابای خودش آهنگسازه، با شرایط روزم آشنایی کامل داره. خوب میدونه چه جوری بزنه و بخونه که مشکلی ایجاد نکنه. تو حالا چند تا از کاراش مجوز گرفته؟ هیچی. خب، پس یکی هم میگیریم. ببین نای تمامی، مجموع این کاست 8 تا ترانه است که شعراشو نامزدش ستاره گفته. ما فقط میخوایم شما قسمتی از هزینه ها رو تامین کنیم. مثلا دستمزد نوازنده و هزینه استودیو. فکر می‌کنی کم پولیه؟ بشین دو تا چهارتا کن ببین چقدر میشه. عوضش کاست که در بیاد جبران میشه. البته اگه در بیاد. چرا در نیاد؟ یه چک 30 میلیونی بذار وسط، از همین الان شروع میکنی. ببخشید اگه قراره ایشون چک بزنن، بس شما این وسط چیکاره این؟ میدونی بسر جون، من یکی علی ریکس نیستم. اتفاقا این آقا هم قهرمان پرتاب دیکسه، منتها علی ریکس نیست. که چی؟ هیچی بابا، بدش کن. خوش بیاد. چی شد؟ ای بابا، چی شد؟ جبرم. بسر جون، خودتو مسخره کن. خیلی زوده شد. خیلی بد شد. خندم داره بالا. امید آخه این آقای ریکس هم آدمه تو. بابا همین آقای ریکس شیشتا مثل جنابالی رو تالا خواننده کرده. ببین اونا چه بدبرده بوده. لکه جنابالی عبدالدهاب شهیدی تشریف داری. این میری جواب ندی آخه تو. وای، بیا اینجا رو ببین. باز تو چشمت افتاد به این پیانو؟ این پیانو داشتم بهت میگفتن دنیا دستی که اگه داشتی. آره، حالا که نداشتی. بچه ها من یه پیشنهاد عالی دارم. بگو بریم خونه ما. از این بهتر نمیشه. من نمیتونم. چرا؟ که مامانم تنهاست، بعدم قول دادم امشب زود بیام. خب من که نمیخوام بهتون شام بدم که، فقط یه چایی. بعدش هم نخود هرکی رود خانه. چرا چرا خاموشه؟ لابد بابا رفته بیرون دیگه. باز بابا رو فوتو پیش کردی؟
شما اینجا چی کار میکنید؟ تولدت مبارک. بیا تو آقای شمس منتظر بودی. استاد عزیزم، پدرزن عزیزم، سلام بابک جون، تولدت مبارک. مریم خانم شما رو به خدا بذارین ستاره اینا رو میشونید. بابا این خیلی خسته شده، ستاره دخترم، کمک کن. ستاره جون شربت رو تارو استاد راضی نبودم اینقدر به زحمت بیفتیم. چه زحمتی بابا جون، باشه شادی باشه. بابک بابک افتخار بابک. دیگه بهونه نیار بابک، باید امشب بخونی. گیتار نیاوردم، شرمنده تونم. بفرمایید اینم. بفرمایید دانش، بفرمایید بابانش. اینجا گیتار نبود. دوباره افتخار بابانم. اصلا اجازه میدید؟ چطوری؟ خیلی خوشم. حالت چطوره؟ مرسی. چه خوب کار کردی. سلام. سلام. ستاره از دوستای خیلی خوبه منه. این مال شما. ایشون هم یاسمنه. همون سورپرایزی که دم پنجره راجبش صحبت کردم. خوش اومدی. مرسی. بفهم. تاب دارم و تو چشمای تو جا میذارم، به خاطر دیدن تو پنجره رو وا میذارم. یه معنی تازه میدی به شعر دل سپردگی، با تو چه سبز و روشنم بی تو محال زندگی. یه معنی تازه میدی به شعر دل سپردگی، با تو چه سبز و روشنم بی تو محال زندگی. چه سبز و روشنم بی تو محال زندگی. میدونی بابای یاسمن چی کار است؟ نه حدس بزن. نمیدونم. حالا یه چیزی بگو. خب چیزی بزنم نمیرسیم. سورپرایز به بابک دیگه. میونه آتیش بابای صاحب یکی از شرکت‌های بزرگ تولید نواره. خب این کجاش برای بابک سورپرایزه؟ آخه تو کار چپ نوار موسیقی هم هست. نگاه تب دارم و تو چشمای تو جا میذارم، به خاطر دیدن تو پنجره رو با میذارم. بهتون تبریک میگم. برای چی؟ برای صدای فوق‌العاده نامزدتون. تشکر میکنم. میخوای به بابک معرفیت کنم؟ حتما. بابک یاسمن دوست فرشته، بابک هم نامزد من. سلام. سلام، تولدتون مبارک. متشکرم. صدای خیلی خوبی داری. اه جدی؟ حرفم پس میگیرم. صدای فوق العاده ای. یه مدو سلام خوب، اما خیر از نو من بعد میاد نیر لام. این دان نو میکاوی، اون اسیرو نو میوی. سر کی لا لا و کل سال را سو. آی 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 آی. ستاره جانم، بابای تا حالا کاری از خودش ارائه نداده؟
اگه منظورت کاسته نه بچی؟ خب سرمایه میخواد میشه جورش کرد چه جوری؟ تا فردا به مادر خسته نباشی سلام یاسمن خیلی خوش اومدی چرا زحمت کشیدی؟ اختیار داریم چایی که میخوری؟ آره ممنون محل کارت خیلی مامانه ممنونم دیشب که خیلی بهت بد گذشت خیلی عمالی بود به خصوص خوندن بابک مرسی با پدرم صحبت کردم خب چی شد؟ پدرم قبول کرد اما صدای بابک رو بعد گوش کن باشه کاست رو میدم گوش کنه مگه بابک کاست داره؟ کاست که نه با دوستش تو خونه یه چیزی همینطوری خونده ضبط کرده بد نیست؟ که به میرسونیش؟ همین امروز چیزی به بابک گفتی؟ نه گفتم اول موضوع جدی بشه بعد یه قراری میذاریم خودت باش صحبت کنی باشه آقای دانش متشکرم کافی خانم رادپور شما سلام دیشب بعد از خوندنت من یاسمن مفصل با هم صحبت کردیم من مشکل تو رو به یاسمن گفتم اونم با باباش صحبت کرد باباش چی کاره است؟ تو کار چاپ و تکثیر نواره راست میگی؟ من صدای نفس باغچه را میشنوم باباچون میدونستم بر پروازم توی ستاره باور کن امروز ساعت 6 بعد بری رستوران ساشا یاسمن اونجا منتظرت ساشا تو فرشته؟ آره میتونی با ماشین من بری میگه تو ماشین نمیخوای؟ نه منو برسون روزنامه خودت با ماشین برو سلام سلام خیلی که منتظر نشدی نه به موقع اومد چی میل داری؟ یا پرتغال لطفاً یا پرتغال جایی ده اینجا قشنگه من اغلب قروبا پتوغم همینجاست جدی؟ شما صدای خیلی خوبی داری راستش من خیلی به خوندن علاقه ندارم اگه بعضی موقع هم میخونم فقط به خاطر شعرهای ستاره است من آینده روشنی برای تصور میکنم با استعدادی که شما در زمینه موسیقی دارین میتونین تو ایران قوقا کنین فقط تو ایران؟ بستگی به خودت داره تو لس آنجلس هم میتونی بخونی شما لس آنجلس رفتین؟ 5 سال اونجا بازم میرید اونجا یعنی امریکا؟ مثل که برات نمیاد اونجا بخونی من تو ایرانش موندم چه برسه به لس آنجلس چطور؟ واسه اینکه هنوز توی مملکت یک کاست نتونستم بیرون برم مشکل شما سرمایه است خب آره اینو که من حل کردم میدونم ستاره یه چیزایی بهم گفته منتها باید پدرم هم از صدات خوشش بیاد اه بس پدرتون هم اهل ریکس نیست چی؟ ریکس؟ بعضون هم ریسک آها خب باید بهش حق بدی صحبت یه قرون دوزار که نیستش نوار کاراتو بردی؟
این کارت شرکت پدرمه. منتظر تلفنم باشه. سلام. سلام. کجا؟ دیگه داریم زحمتو کم میکنیم. خب چی شد؟ ظاهرم پدرتون هست صدای من خوشش نیمد. خصد بعد پدر اینه که باید باش کلنجا رفت و چیزی رو قبول کنیم. من مطمئنم این کار شدنی. مهم نیست. چی رو مهم نیست؟ من درستش میکنم. با تون تماس میگیرم. خدا خدا. نامیدم کردی پدر. تو محضور اخلاقی قرار گرفتی داری ازش دفاع میکنی؟ من بدهکار کسی نیستم که تو محضور قرار بگیرم. پس علت پافشاری چیه؟ برای که جواب میده، برای که صداش محشره. من که نگفتم صداش بده. پس چرا مخالفت میکنی؟ ببین دخترم، چون مثل این پسر صد تا اومدن جواب نداده. بابک با بقیه فرق میکنه. چه فرقی میکنه؟ تخم دو زرده کرده؟ من انتظار دارم شما لاقل به مجموعش نگاه کنی. چه مجموعی؟ صدای گرمش به اضافه آهنگایی که خودش ساخته. و و چی؟ چهرش. چهره خوب بی تأثیر نیست پدر. آدم تا به یه چیزی ایمان نداشته باشه نباید روش وقت و سرمایه‌شو بذاره. من ایمان دارم. اصلا فرض کنید این پول مال منه. منم مثل اژدها بالا سر پولم وامیستم. تو مسئولیت این کارو به گردن میگیری؟ آره. ولی قبل از هر تصمیم یه اژدهای زنده ازش ببینید. کجا؟ روی کاناپه، کنار شومینه، تو اتاق پذیرایی خونم. باشه. حالا میتونی با این پول یه تکونی به خودت بدی. چه تکونی؟ مگه نمیخوای سر و سامون بگیری؟ نه بابا، یه پیانو هست که 2 سال داره بهم چشمک میزنه. اول میرم سراغ اون. بهترین کارو میکنی. ستاره چی؟ اون راضیه که اولین درآمد تو. راستی این اولین پولیه که از صدا در میاری؟ از صدا آره، ولی قبلنا. حالا ستاره راضی میشه با این پول بری پیانو بخری؟ کسی برای من تصمیم نمیگیره. بفرما بدانش، اینم چی که پیش رست. Thank you.
خودت معرف نکنی. قابلی نداره بفهمی. بابا جون امشب که دور همین میخوام یه قولی ازت بگیرم. چه قولی؟ چیزی که مدت ها فکر منو به خودش مشغول کرده، اجرای یک کنسرت به نفع بچه های سرطانی. چه فکر خوبی ستاره. میتونم رو خوندن تو حساب کنم یا نه؟ رو خوندن من؟ کی بهتر از تو؟ من که کسی نیستم. بذار کاست در بیاد، ماه تو هم کسی میشی. منم مطمئنم که همینطوره. برای همینه که میخوام قولش رو از حالا ازت بگیرم. شما میتونین همیشه رو من حساب کنین استاد. قولی. خواب روزنایی برای سلام خانم دانش. سلام، شما خانم امانی هستی؟ بله. بابک خان هستن؟ بابک تو حمومه. شما تشریف بیارین بالا تا یه چای بخورین، بابک هم حاضر میشه. نه خیلی ممنون، منتظرش میمونم. آخه تو کوچه که بده. نه اتفاقا هوا خیلی خوبیه. قابل شما رو نداره. حسد در نکنم. سلام. کی اومدی؟ همین الان. حواست کجاست؟ محو ویولن زدن بابک بودم. از کار بابک راضی هستی؟ عالیه. فکر نمی‌کردم اینقدر محشر بزنه. البته این دم و دستگاه به جذابیت صدا کمک می‌کنه. نشد یه بار دیگه بریم. این بابا تو این کاره نیستی که دیگه. سلام. تو اونجا چیکار میکردی؟ داشتم رویه میدادم بشت. دست درد نکنه، اینو واسه من آوردی؟ بله، قابل شما رو نداره استاد. خیلی عجیبه. این گل هم یاسمن هم بوده. دستت درد نکنه. ببین ستاره، صبح داره داشت بدون غلط میزد تا چشمش به تو افتاد به جای ویالون ویالوغ تحویل میزد. ستاره اینجاست میگه آدم میتونه بزنه. آبی بسه جمع دیگه بریم. بسه دیگه دیگه بسه باید بریم دیگه شده عزیزم. بگه دقیقه بسه اینجا من چنون روحیه میگیرم. من خودم به روحیه میدم عزیزم عزیزم. حاضری؟ بریم برزم فلا خدافز. من دارم میرم خدافز. کجا؟ کلی کار تو روزنامه دارم، صفحه هنوز بسته نشده. صبر کنید صدایتون نمیشنوه. بفرمایید صحبت کنید. میگم کلی کار تو روزنامه دارم، صفحه هنوز بسته نشده، مجبورم برم. خب کار تموم شد میای؟ امروز نه دیگه، تا شب گرفتارم. فلا خدافز. خدافز. امروز خیلی خسته شدی. نه اتفاقا امروز بهترین روز زندگی بود. شعر دروبا خیلی قشنگ بودا.
ستاره شعرهای قشنگتر از اینم داره که چیزی نیست. خیلی دوست دارم بدونم شما دوتا چجوری به تور هم خوردی. پدرش تو دانشگاه استاد منه. اینطوری چطوری؟ وقتی پای شاگرد به خونه استادش باز بشه، اون استادم دختری مثل ستاره داشته باشه، آخرش همین میشه دیگه. فکر نمیکردم اینقدر حسابگر بشه. آره اولین بار استادم از من خواست که برم خونه شون. پس استاد دادم حسابگری. شاید به هر حال بهترین داماد پیدا کرده برای دخترش. ببینه دوستش داری؟ خیلی. ستاره همه چیه من. یواش یواش داره بهش حسودی میشه. تو چرا از خودت نمیگی؟ دیپلم که گرفتم با مامان رفتم امریکا. الان درست 3 هفته است که برگشتم. همین. همین؟ انقدر اطلاعات نمیخواستم. نوارت که در اومد یه فکری هم به حال ستاره بکن. حتما یه شوهر خوب واسش پیدا میکنم. منو باش با کی دارم حرف میزنم؟ آخه مادر من، من الان تموم هوش حواسم بکاره. بذار این نوار از تنور در بیاد بعد واسم خوابه طلایی ببین. ستاره که فرار نمیکنه. بابک جان، دختری که پای آدم میشینه 1001 جور انتظار داره. عوض پیانو خریدن بهتر بود آستین بالا بزنی. الان میام. مامان یاسمن اومد. خداحافظ. چطور بابا؟ خستم.
دروغ نگو ستاره. دروغم چی آقا جون؟ خدا خستم. سلام، بادو بیخوایی؟ چطوری؟ بیا بالا. مگه نمیخوایی بری استودیو؟ چرا؟ چی شد که امروز یاد ما کردی؟ بکرم این چند روز که میری استودیو ماشین دستت باشه. خودت چی؟ مگه ماشین رو نمیخوایی؟ من میخوام این چند روز که میری استدیو همه ببینن که ماشین زیر پاته. همه میدونن من ماشین ندارم. از اینکه ماشین زیر پاته ناراحتی؟ من کی گفتم ناراحتم؟ دلیلشو نفهمیدم. دلیل خاصی نداره عزیزم. سلام خانم دانش، بابک هست؟ با نامزدش رفت. رفت؟ کی؟ یه روبی میشه. خیلی ممنون، خداحافظ. خداحافظ. بریم برای زفت. آقای فلاحور، ستاره کجاست؟ ستاره که؟ دوست بابک. آه، نامزدش؟ امروز نیومده. تو یک طلبت طلب خودت. کارا خوب پیش میره؟ آره راضیم. دنبال چی میگردی؟ شعر رو تازم باز چشمه فوران کرده؟ اگه حوصله‌شو داری برات بخونم. چرا که نه، بخون. صدای چیه؟ نمیدونم. اینو برای من خریدی؟ چی رو؟ این کادوی زنگدار رو. این دیگه چیه؟ کادو تو کیف توه، نمیدونی؟ به خدا من روحم از این قضیه خبر نداره. حالا بازش کن. بازش کن دیگه.
الو با تو کار بارم. کیه؟ یه خانم. الو سلام، چرا گوشی رو بر نمیداری بابا؟ کادوی پایان کار. نه خودم برات خریدم. دوستی خشک و خالی به چه دردی میخوره؟ تو کجایی؟ من که نمیفهمم چی میگی. از طرف من پدرتون تشکر کنید، بگید این کار ارزش این همه لطفو نداره. عجب آدم لارجی، هنوز چی نشده کادوی 1,000,000 خرید. نمیخوای شعر تو بخونی؟ سرم درد میکنه، بزه برای بعد. کاری با من نداری؟ چته؟ هیچی. چته؟ هیچی. مطمئنی؟ آره. ببین تو این دستم تویی، تو این دستم همه دنیا. من اینو میخوام. خداحافظ. دیشب ستاره بعد جوری به هم ریخت. برای چی؟ برای کادوی عجیبت. چرا عجیب؟ من که بهت یه تلموش چمه دلو پولیکا ندادم. به نظر تو کادوی 1,000,000 عجیب نیست؟ بستگی داره کی به کی بده. اگه بهت بر نمیخوره میخوام بهت پسش بدم. برای دل شکستن این بهترین کار ممکنه. قبول داری همچه کادوی یه خود غیر عادیه؟ نه کجاش غیر عادیه؟ به هر حال دیشب ستاره شب بدی رو گذروند. یعنی اینقدر حساسه؟ تو ستاره رو نمیشناسی یاسمن. شاید اگه جلو جمع این کارو میکردی اینقدر حساس نمیشد. خیلی افتضاح شد. خب حالا این حرفا رو ول کن. میخوای به افتخار تمام شدن کارت امشب یه جشن کوچولو بگیری؟ فکر خوبیه. به ستاره و حمیدم میگم بیام. من گفتم یه جشن کوچولو دو نفره. پس ستاره چی؟ اصلا فراموشش کن. سلام. سلام. میتونم شاخه گلو؟ یواش. تختی پایش. ممنونم. چه خبر؟ سلامتی. کار میکسمون امروز تموم شد. خسته نباشی. از کارت راضی بودم؟ کیا باید راضی باشن؟ همونایی که رو صدا سرمایه گذاری کردن. اونا بله، فقط خدا کنه مشکل مجوز نشته باشه. به نظر من که مجوز میگیره. همه چی بستگی به نظر شورا داره. یه وقتی جوابشون نبود. اگه اینطور باشه که فاتحه یاسمن خونده است. بهتر بگی فاتحه ما خونده است. موافقی امشب به افتخار پایان کار یه مهمونی دو نفره بگیریم؟ کلی کار دارم، پس برای فردا شب. پس من تا فردا شب همینجا میشینم. بله. آه تویی؟ چطوری؟ پیش ستاره یاسمن سلام میرسون. اوکی؟ باشه حتما بهش میگم. بله خداحافظ. پدر یاسمن فراشب برای پایان کار جشن گرفته. من حالا حوصله مهمونی رفتن ندارم. پس تو نمیای نمیری؟ اون مهمونی رو به خاطر تو گرفتم، باید بری. بقیه همه به همونه. عجب من میخوام با هم باشیم. من نمیام. بابک ساعت 7:00
نمیخوای بری مهمونی؟ نه. چرا لجبازی میکنی بابک جان؟ مگه بچه‌ای؟ لجبازی کی میکنه؟ من یا ستاره؟ میخوای بهش زنگ بزنم بیاد دنبالت؟ نزده میدونم که تاخچه بالا میذاره. تو چی کار داری؟ حالا بذار من یه زنگ بزنم. ستاره؟ بله آقا جون. خانم دانش تلفن زد. تو قرار بود با بابک جایی بری؟ نه. چطور مگه؟ پس جریان مهمونی آقای امانی چیه بابا؟ من که به بابک گفتم نمیام. چرا دخترم؟ دلیل خاصی ندارم. چیزی شده دخترم؟ چیزی باید شده باشه؟ پس پاشو به بابک زنگ بزن بگوی که میای دنبالش. پاشو دخترم، پاشو بابا جون. پاشو عزیزم. تا چاپ شده یک شوی از همان داده برمجه هست. تبریک میگه به من. چه تبریک میگه به بابک؟ تبریک میگه به به فرشته. این چه کاریه؟ بابک بیه چیزی بگو. فرشته کپی رایت اون سیدی مال یاسمنه. اگه اون اجازه نده نمیشه کارش کرد. تا مجوزشو نگیرم نمیذارم کسی گوش کنه. چرا؟ میخوام همه تشنه باشن. آسما راستشو میخوام. پدرم ناراحت میشه. خب این شد یه حرفی. حداقل بهشون بگو که بابات اجازه نمیده. باشه؟ خیلی خوش. بابک روی این برام یه چیزی بنویس. چی بنویسم؟ نمیدونم. هرچی. جون اگه بازم چیزی لازم داشتی صدام کن. ممنونم. تو بری بشه مهمونه. من یک کمی سرعت میکنم بعد میام. بشه مطمئنی نمیخوای اینجا بشم؟ نه بری بهتر. Thank you.
شد. من دارم میرم یاسم. ای کجا؟ خونه. کجا؟ میرم خونه. من که نمیذارم. پس برم باید. احتیاجی نیست، خودم میرم. تنها که نمیشه بریم. ستاره؟ ده؟ آره، ولی تو کجا؟ این مهمونی مال توه. بهتره که باش برم، حالش خوب نیست. آخه از طرف من از همه عذرخواهی کن، فردا میام. ببخشید. فکر میکنی کار امشب درست بود؟ به نظر من که خیلی بچه گونه بود، اونم تو مهمونی که به خاطر ما گرفته. ما بس کن دیگه بابک، چرا فکر میکنی من اینقدر احمقم؟ چرا باید اینجوری فکر کنم؟ چرا؟ آره؟ به خاطر اتفاقاتی که افتاده. چیزی شده من خبر ندارم؟ دیگه چی میخواستی بشه؟ خب بگو. یاسمن شده تمام زندگیت، چپ میری یاسمن، راست میری یاسمن. من به خاطر کارم خب مجبورم. اینکه یاسمن نقش مشروقت رو بازی کنه جز کارته؟ نکنه فکر کردی من باهاش؟ باهاش چی؟ بس کن ستاره، بس کن، تو داری اشتباه میکنی. یاسمن دختر پاکه. برای خودم متاسفم بابک. چی میخوای بگی بگو، ولی من تو رو دوست دارم. که حالم از شنیدن این کلمه به هم میخوره. تو از رابطه من یاسمن چی میگی؟ شعورم توهی نکن بابک، من از جیکوپی که کارهای تو یاسمن خبر دارم. به خدا از هیچی خبر نداری، داری دروغ میگی. از چی خبر ندارم؟ از ابراز عشق تو استدیو؟ یا از اون کادای 1 میلیونی؟ یا اون چیزایی که امشب رو سیدی نوشتی ها؟ بگو ببینم کدوم ابراز عشق؟ تو که همیشه میگفتی من و تو ماییم. الان هم دارم میگم. با این تفاوت که به جای من یاسمن اومده. تو داری اشتباه میکنی. بابا که از خودت خجالت بکش. برای چی خجالت بکشم؟ مگه من گناه کردم؟ اصلا کی به تو گفته که من به یاسمن ابراز عشق کردم؟ کسی به من نگفته. با گوشای خودم شنیدم. داری دروغ میگی. تو این چند سال از من دروغ شنیدی؟ آره. کی؟ همین الان. بابک تو چشمای من نگاه کن بگو دروغه. تو چشمای تو نگاه کنم که میرم تو بیادلو. تو اصلا از اولش هم مشکل داشتی با اومدن به این مهمونی. آره، من از اولش هم انتخابم در مورد تو اشتباه بود. بس اشکال از خودته. بابک نگه دارم، میخوام پیاده شم. چیه؟ حقیقت تلخه؟ طاقت چندنشو نداری؟ بابک میگم نگه دارم، میخوام پیاده شم. چیکار؟ میری؟ دست از سرم بردم بابک، بلن کن. کجا میری؟ چرا بچه بازی در میاری؟ برای که بچه هم، برای اینکه احمق هم، میفهم تو داری چیکار میکنی؟ ستاره، ستاره تو مرده، میفهمی؟ این مرده چرا دادی کشه همه؟ دست از سرم بردار. چیکارش داری بچه سوسو؟ خجالت نمیکشی؟ یه دختر مرده شده، بلش کن. جمعنم آخ. یه پنجره با یه قفس، یه هنجره بی هم نفس. سهم من از بودن تو یه خاطر از همین و بس. تو این مثلث غریب ستاره ها رو خط زدم، دارم به آخر میرسم، از اون ور شب اومدم. شب که مثل مرزیه خیمه زده رو باورم، میخوام تو این سکوت تخت
صدا تو از یاد ببرم. بذار که کول بارم و روشونه یه شب بذارم، باید که از اینجا برم، فرصت موندن ندارم. داغ ترانه تو نگاه، شوق رسیدم تو تنم، تو حجم سرد این قفس، منتظر هر زدنم. من از تبار غربتم، از آرزوهای مهان، قصه ما تموم شده با یه علامت سوال. بذار که کول بارم و تو شونه یه شزارم، باید که از اینجا برم، فرصت موندن ندارم. نظر شورا منفیه خانم. چرا؟ احتمالاً به خاطر شرایط روزه. خب این که خیلی کلیه، میشه توضیح بیشتری بدین؟ نظر شورا اینه که مناسب شرایط فعلی نیست. یعنی سیاسیه. نه خانم، کجاش سیاسی؟ پس چی؟ لس آنجلسیه. خب پس معلوم شد که سیاسیه. مردمو که نمیشه مجبور کرد چیزایی که شما میگین گوش کنن. ما کسی رو مجبور نکردیم خواهر من. ظاهراً بیمه نیستین. ببینید خواهر من، نظر شورا منفیه، منم اون خدمت شما ابلاغ کردم. و سلام. ممکنه یه وقت ملاقات با آقای عادلی برای من بذارین؟ تأثیری توی جواب شورا نداره خانم. لطف کنید یه وقت ملاقات برای من بذارید. شنبه ساعت 10 صبح. خداحافظ. متشکرم. شاید از یادم بری بشنی تلسی تو. سلام. سلام. چی شد؟ نظر شورا منفی بود. چی؟ یعنی همین خرج که کردیم دود شد رفت هوا؟ آره. سلام. نامید نشو، از در نشد از پنجره. حالا چی میشه؟ میریم لس آنجلس. یه چیزی میگی ها، این آسوباس چجوری میتونه بره لس آنجلس؟ با من شوخی میکنی؟ مگه اونایی که رفتن و موفق شدن کیا بودن؟ هوایش نکن یاسم. به نظر من که آیندهش اونجا تضمینه. چرا به جای این حرفای بیپایه بابک خودش با اونو صحبت نکنه؟ دست شما درد نکنه حمید خان. حالا دیگه حرفای من شد بیپایه. من منظورم یه چیز دیگه است. صحبت کردن که ضرری نداره، شاید تونستم باهاشون کردم. شما تازه به ایران تشریف آوردین؟ مثل اینکه من با وجود چند سال دوری اینجا رو بهتر می‌شناسم. با کدوم گوشش رو بخوام صحبت کنم؟ میتونی منو ببری اونجا؟ کجا؟ همونجا که الان بودی. یه وقت ملاقات برای شنبه گرفتم. به جای من تو برو. معذرت میخوام یه ثانیه، من نمیتونم مثل بزمجه اینجا بایستم تا شنبه بشه. خیلی خوب بریم. بله. سلام. سلام علیکم. من بابک دانش هستم، می‌خواستم راجع به آلبومی که در جریان هستیم باهاتون صحبت کنم. مگه نظر کپی شورا بهشون ندادی؟ چرا؟ دادم خدمتتون خانم. بله دادن. خب ولی آیا عادلانه است نظرش؟ نظر شوراست. این که لس آنجلسیه؟ کی به شما گفته لس آنجلسیه؟ کی گفته؟ آقای خرمی. آقای خرمی نظر شخصی خودشه گفته. رابطه به شورا نداره. یه سوال از شما دارم. بفرمایید. تکلیف نسلی که موسیقی پاپو دوست داره چیه؟ علاقه نسل جوان به ترانه‌های روز یه بخشه، مشکلاتی که ما توی جامعه باش مواجهیم یه چیز دیگه است. شما حتی حاضر نیستین کلمه پاپو به زبون بیارین. میگین ترانه روز،
ما به کامپیوتر هم میگیم رایانه، چه رفتی به بحث ما؟ شما میدون انقلاب ولیعصر رفتی؟ میدونم چی میخوایم بگیم. پس میدونیم که نوارای ابی، اندی، سندی همه دست این اونه. خب منظورتون چیه؟ پس چطور مردم اونا رو گوش بدن؟ منی که پامو از این مملکت بیرون نذاشتم، صدا ممنوعه. کی گفته صدای شما ممنوعه؟ پس مشکلش چیه که مجوز نمیدین؟ این نظر شوراست. شورا میگه که آلبوم شما با معیارهای روز همخونی نداره آقای دانش. خداحافظ شما. چرا یه زنگ بهش نمیزنی؟ احتیاجی به من ندارم. اشتباه میکنی ستاره. بابک تو این مدت فقط به خاطر کارش با یاسمن بود. کاش که منم مثل تو فکر میکردم همین. من نمیدونم تو چی فکر میکنی، ولی فقط بهت بگم اگر دیر به جنبی اتفاقاتی میافته. مثلا؟ یاسمن داره زیر گوش بابک چیزایی زمزمه میکنه. چه چیزایی؟ رفتن به لس آنجلس. نظر بابک چیه؟ اگه هم بره فقط به خاطر آینده شه. همین. نظر بابک چیه؟ ماه درخشنده چو پنهان شود، شب پره بازیگر می‌باشد. من بابک رو دوست دارم. قبلا آره. ولی الان دیگه رفتارت اینو نشون نمیده. ستاره. بله. بله آماده است. الان میارم. الان برمیگردم. ستاره، جریان لس آنجلس جدیه. چیه؟ سلام، فکرم اومدی حالم بپرسی. جواب من رو بده یاسمن. جریان لس آنجلس چیه؟ چی شده واسه اینکه دلت خیلی پاره؟ چرا که از گلیم ها نمیکشه بیرون؟ من نمیفهمم لس آنجلس چرا تو به گلیم ها اینجور چیزا داره؟ تو از جون بابک چی میخوای؟ حالا که قرار رو بازی کنیم بذار پرده بهت بگم. این مشکل توئه که نتونستی بابک رو جمعش کنی. پس بذار یه چیزی رو بهت گوشزد کنم. تو مطمئن شو زمانی که ستاره هست نمیذاره بابک بازی چه رفت تو بشه. حرفو چی میزنی ستاره؟ چرا دست از سر بابک برنمیداری؟ بابک وکیل وسی نمیخواد، خودش میفهمه داره چیکار میکنه. اگه میفهمید که گرفتار آشغالی مثل تو نمیشد. ولی مطمئن باش اونقدر احمق نیست که تو رو رحم شد. خاطر فهمیدی؟ بذار خیالتو راحت کنم. بابک مرد زندگی تو هم نیست. ازت متنفرم یاسمن. الو. سلام، کجایی؟ چرا صدات گرفته؟ باشه میام تا دو سه دقیقه گرام میفته. بالاخره نمیخوای حرف بزنی؟ بابک تو واقعا میخوای با این دختر عروسی کنی؟ چطور مگه؟ چی شده؟ امروز ستاره اومد شرکت، هرچه دهنش در میومد به هم گفت. اون دیگه شورش رو در آورده. طوری صحبت میکرد انگار مالک توه. خیلی لجباز. بالاخره ما کی میخوایم بریم؟ عجله داری؟ نه، ولی میخوام زودتر تکلیفمون معلوم شه. با مادرت صحبت کردی؟ نه. شاید امشب صحبت کنم. تازه شاید. چیکار کنم؟ تا حالا چند بار خواستم راجع به این موضوع باهاش صحبت کنم. ولی هر دفعه که تو چشاش نگاه میکنم دلم براش میسوزه. نکنه میخوای روز حرکت بهش بگی؟ نه، ولی هرچی هست دلم میخواد که زودتر بریم. دیگه مزاحم نمیشم. خیلی ممنون. سلام. دخترم
آقا جون. چیزایی که بابک میگفت درسته بابا. بابک چی گفته؟ تو با یاسمن چی کار کردی؟ کاری که تو زندگیم با هیچ کی نکردم آقا جون. مگه تو خودت همیشه نمیگفتی برای ترقی بابک حاضری هر کاری بکنی؟ چرا متوجه نیستی آقا جون؟ یاسمن نقشه کشته بابک رو با خودش ببره لس آنجلس. خب این جهنمیه که خودت برای خودت ساختی دخترم. من اگه حرفی نمیزنم فقط میخوام تو روشن شی. بابک ذاتاً به سر بدی نی. تو این ماجرا خودت مقصر بودی. برای اینکه خودت یاسمن رو بهش معرفی کردی. حالا میگی چیکار کنم آقا جون؟ نگران نباش دخترم. بابک تو رم تنها بذاره، مادرش رو تنها نمیذاره. من شک ندارم جواب رد شورا باعث یه چنین تصمیمی شده. میدونم. میخوای یه وقت از شورای موسیقی برات بگیرم بری باشون صحبت کنی؟ آره. یک سوالی که برای من پیش اومده این هستش که چرا وقتی امکانش هست که توی کشور خودمون برمیگردش پیدا کنه ما با اراده در حال بنی اسرائیلی که خورده هایی که به موسیقی دنبال مجوزن هیچ منافاتی با معیارهای اسلامی نداره و ما هر جایی که چند تا جوان از این نوار خوششون بیاد ما تمام قشر جوانی کنیه اینجا کل جوان و دلیل نداره با شما مخالفت کنه. حتما مشکلی داره این. نمیتونیم یکی رو کاملا رد بکنیم. موسیقی پاپ مخالفه. ولی الان عملا این اتفاق افتاده. یه سنتی رو کلا الان گذاشتن کنار دیگه. الان راستی بابک یادت نره امشب زود بیای خونه ها چون قرار آقای شمس و ستارم بیان. کاش یه مشورتی با من میکردی حداقل. من امشب تا دیر وقت کار دارم. اتفاقا آقای شمس تاکید داشت که تو حتما باید باشی چون میخواد راجع به یه موضوع مهمی باهات صحبت کنه. نگفت چه موضوعی؟ نه خب لابد امشب باهات صحبت میکنه. مامان من اصلا امشب حال حسنی هیچ کس رو ندارم. یادت باشه که آقای شمس استادته، تو باید بهش احترام بذاری. من کار دارم. یعنی تو میخوایی منو پیش اونا سرفکنده کنی؟ باید برم ماشین یاسمنو بدم. خیلی خوب بابا جون، کاری نداری، برو ماشین یاسمنو بهش بده، زود برگرد بیا خونه. ستاره بله آقا جون. ببین مریم خانم کمک نمیخوام. آقای شمس بذارین راحت باشی، من همه کارامو کردم. مریم جون. جونم. بابک میدونه ما امشب اینجایی؟ آره عزیزم، میخوای یه زنگ به موبایلش بزن. بله ستاره است. با مادرت صحبت کردی؟ هنوز نه. نذار رفتنمون براش تبدیل به شوک بشه. فکر میکنی سفرمون چقدر طول بکشه؟ 3 ماه. اگه استقبال خوب بود میتونیم تمدید کنیم. مشکل ویزا چی؟ وکیلم تو امریکا همه کارا رو کرد. ویزا که جور شد می میکازی ها باورم نمیشه. اینه یه رویه هست. سلام. چرا اینجا نشستی؟ تو با این رفتارت امشب منو پیش اونا کوچیک کردی. هیچ میدونی چقدر از دست ترس خوردم؟ من که گفتم نمیام. تو بی خود کردی مامان. تو ذره ای برای هیچ کس ارزش قائل نیستی. تمام فکر و ذکرت شده اون دختره. شما هم که داری مثل دیگران فکر میکنید. فکر میکنی دیگران کورن؟ من که فکر میکنم کورن. هیچ کس کور نیست. تو سر به هوا شدی.
تو دورو برای پر شد از زرق و برق همه چی یادت رفت. من نمیفهمم این حرفا واسه چیه. چرا امشب وقتی ستاره باهات تماس گرفت موبایلت خاموش کردی؟ خوبه دیگه، حالا چغلی منم پیش شما میکنه. اشتباهت همینجاست، ستاره اومده بود که ازت دلجویی کنه. لابد باباشم آورده بود یه جوری وسط کار رو بگیره. نه خیر بابک جان، شمس برای این اومده بود که ازت بپرسه هنوز سر قولت هستی یا نه. چه قولی؟ چه میدونم، خوندنت برای بچه های سرطانی. اینم یکی از ادعاهای بشر دوستانه ستاره است. بس دیگه بابک، تو هم واقعا شورشو در آوردی. من نمیفهمم تو مملکتی که کسی منو نمیشناسه واسه چی باید بخونم. من به شمس قول دادم که تو اون کنسرت میخونی. باز شما از طرف من قول دادی؟ من هفته دیگه دارم میرم مسافرت. کجا؟ امریکا. بهت اجازه نمیدم جایی بری. من به فکر آیندهام، واسه تفریح که نمیرم. به والله این تصمیم تو نیست بابک، تصمیم اون دختر است. من دیگه تصمیم خودم گرفتم، میرم امریکا. سلام حمید. سلام. اینم بیتا. گارسون یه قهوه. پرواز کیه؟ سه‌شنبه هفته آینده. چند روز قبلش می‌بینی؟ بستگی به سفارت امریکا داره. پس با این نسا یه دو سمایی علافی. مثل اینکه من از تو خوشبین‌ترم. مرسی. خواهش میکنم. مال منه. وا چرا همشی میکنی؟ داشتم میخوردم. یکی دیگه میرم. مگه این چش بود؟ بله. سلام حمید، چطوری؟ شنبه هفته آینده یا سمن بابک میرن امریکا. امریکا؟ تو از کجا فهمیدی؟ حمید گفت. اون از کجا میدونه؟ بلیتاشون رو دیده. چرا مادرش چیزی به این نگفت؟ لابد به مادرش هم نگفته میخواد بره امریکا دیگه. ببینم جلسه تو با اعضای شورا کیه بابا؟ دیگه چه فرقی میکنه آقا جون؟ خیلی فرق میکنه دخترم، خیلی. اگه آلبومش مجوز بگیره دیگه دلیلی نداره که بره آمریکا. شما چقدر امیدوارید آقا جون. دخترم عزیزم، از ذره ذره امکانات باید استفاده کرد. کدوم امکانات؟ این سرنوشت قزمیت من بود که باید به سرم میومد که اومد. ببین بابا، من نمیخوام شعار بدم یا الکی دلتو خوش کنم، اما یقین دارم اگه کسی اراده کنه میتونه غریزه خودش هم عوض کنه، چه برسه به سرنوشت به قول تو قزمیت. سلام خانم. سلام. مهمان ده. کیه؟ خانم دانش. سلام خانم دانش. سلام. چه عجب، خیلی خوش اومدید. متشکرم. سلام پدر. سلام دخترم. خانم دانش اومدن باهات صحبت کنم. من تنهاتون میذارم. با اجازه خانم دانش. چایتون سرد شده، عوضش کنم؟ نه متشکرم، نمیخورم.
علی خانم یه لحظه بیا. چرا نمیشینید؟ میتونم راحت باهات حرف بزنم. خواهش میکنم. تو زندگی چی کم داری؟ پول، خونه، ماشین، موقعیت اجتماعی، همه چی داری. از همه مهمتر یه پدر و مادر خیلی خوب داری. پدر مادرم از هم جدا زندگی میکنم. میدونم. آقای امانی همه چیز بر من گفت. این درسته که تو و بابک میخواین برین خارج؟ خب بله. حتما میدونی که بابک نامزد داره. بله میدونم. لابد اینم میدونی که بابک نامزدشو خیلی دوست داره. خب منظور ببین یاسمن، من اومدم ازت خواهش کنم به خاطر من که تنها کسم بابکی، از این تصمیم صرف نظر کن. نمیدونم چی بهتون بگم، اما این سفر به خاطر آینده بابک. فقط همین؟ اصلا برای چی تو اینقدر نگران آینده پسر منی؟ برای اینکه منم بابک رو دوست دارم. منم حق دارم عاشق بشم، مگه نه؟ آره تو حق داری عاشق بشی، ولی انتخابت غلطه. عشقی غلط درست سرش نمیشه خانم دانش. یاسمن یادت باشه تو اگه موفق بشی بابک رو از من و ستاره بگیری بازم خوشبخت نمیشی. چرا؟ چراشو خودت دیگه بهتر میدونی. من اون چی که باید به تو بگم گفتم. از طرف من از آقای امانی هم خدافظی کن. دخترم این پسر مال تو نیست. شما که دارین حرف اونو میزنی. یادت باشه انسان اگر تونست تو زندگی چیزی رو به دست بیاره بعد بتونه از اون صرف نظر کنه، این مهمه. من به این حرفا کاری ندارم. من و بابک ممکنه تو امریکا عروسی کنیم. اگه مادرش با سفر شماها مخالف باشه مطمئن باش که بابک هم خوشبخت نمیشه. سلام. بی کجا بودی؟ رفتم خونه گیتار رو برات بیارم. برای من؟ اگه دوست بهتر از تو هم دارم. باشه تا برگردی برات نگرش. نه یادگاری پیشت بمونه. من یه قراره بر نگردی. هفته پیش خوابه همچی روزی رو میدیدم یه داری عشقم رو در میاری بابک. تو رو خدا عشقه در نیاد که از من بدتر است. بیا یه پوکی هم تو بزن. هزار تومن زیر قیمت بده بره. برای چی بفروشمش؟ فکر میکنم پولش بیشتر به درد مادرم بخوره تا اینکه بخواد روزی یه بار دستمال بکشه روش. بذار باشه بابک، من مطمئنم مادرت به جای روزی یه بار روزی سه بار اون پیانو رو دستمال میکشه، چون که اون پیانو بوی تو رو میده. بابک تو چطور دلت میاد مادر تو تنها بذاری؟ مگه اون غیر از تو کیو داره؟ فعلا که برام یادداشت نوشته امشب خونه نمیاد. برای چی؟ برای اینکه خدافظی نکنه.
خودت فکر میکنی کجا رفته؟ نمیدونم. تو نامه نوشته بود که امشب وقت عزیزت رو صرف پیدا کردن من نکن. فردا بعد از اون وقتی برمیگردم که هواپیما از ایران خارج شده باشه. خیلی خوشحال شدم. خواهش میکنم هر کاری که دستم برات براش انجام میدم. لطف کردید. چی شد؟ ستاره کی اومدی؟ باورم نمیشه. توی 3 هفته همه چیزی رو روش شد. اینه یه زلزله. هنوز باورم نمیشه بابک به چشمم زدن پر زده. من باید چی کار کنم؟ همین مرتبه به پاهم نگاه کردم که ببینم روی زمینم نیستم. اینو قاب کن بذار جلوی چشات. این چیه؟ مشتارو بعد از مرگ سهراب. پس چرا چیزی نمیگی؟ بایدش چیه؟ دیگه همه چی تموم شد. چی رو تموم شد؟ الو، مزلای امانی؟ ببخشید با بابک کار دارم. نیستن؟
کی؟ ضمن خیر مقدم به شما نور چشمان عزیزم که با حضور خودتون این مجلس خیرخواهانه رو که به منظور کمک به کودکان دردمند برپا شده گرم کردید باید عرض کنم. ترانه ای رو که لحظات دیگه شاهد رو میخواهید بود اسمش هست پر پرواز و خواننده اون هم جوونیه که آتیه بسیار خوش‌فروغی رو براش پیش‌بینی می‌کنم. بابک دانی. So
بر روشونه های بارون میذارم. اسم تو برای من مقدسه، تا نفس تو سینه پرپر میزنه. باورم کن که فقط باور تو میتونه قفل قفس رو بشکنه. منم و یه آسمون بیدری، منم و یه کوره راه ناگزی. ای ستاره شبای مشرقی، پر پرواز من و ازم نگی. اسم تو برای من مقدسه، تا نفس تو سینه پرپر میزنه. باورم کن که فقط باور تو میتونه قفل قفس رو بزنه.